درود بر شما بینندگان عزیز، سنا روحانی هستم و بنده و همکارانم بسیار سپاسگزاریم از شما گرامیان که پیگیر برنامه‌های ما هستید و با ما در تماس هستید، به خصوص بینندگان عزیزی که از ایران سعی می‌کنند با ما در تماس باشند و می‌دونیم که تماس‌های تلفنی کمی مشکل هست از ایران و همینطور عزیزانی که بر روی فیسبوک با ما همراه هستند. روز 12 نوامبر برابر هست با زادروز حضرت بهاءالله، پیام آور آیین بهایی، و به این مناسبت موضوع برنامه امروز ما لزوم دین هست و پرسش اصلی اینه که با پیشرفت‌های علمی و با در نظر گرفتن خرد انسان و اندیشه انسانی، آیا هنوز انسان امروزه نیاز به دین داره؟ این پرسش رو با خانم نادیا ریاضتی در میون گذاشتم. خانم نادیا ریاضتی محقق در دوره دکترای جامعه شناسی جهانی شدن هستند و با ایشون گفتگویی رو در این ارتباط داشتم. اگر موافق باشید این گفتگو رو با هم ببینیم. بینندگان عزیز، ممنون که همچنان با ما همراه هستید. خانم نادیا ریاضتی، بسیار خوش آمدید به برنامه ما. ممنونم از دعوت شما. عرض سلام مجدد خدمت شما و همینطور عرض درود و احترام دارم خدمت یکایک بینندگان و شنوندگان محترم این برنامه، به ویژه هموطنان گرانقدرم در کشور مقدس ایران. خانم ریاضتی، موضوع صحبت ما لزوم دین هست، چون که این یکی از آموزه های دیانت بهایی است. حتی در آثار بهایی به این گونه آمده که عالم احتیاج به نفسات روح القدس داره. آیا ممکنه توضیح بدید برای بینندگان عزیز ما که اصلا این بیان به چه معنی هست و چرا دیانت بهایی تأکید داره بر لزوم دین؟ بله حتما. یکی از تعالیم بهایی احتیاج عالم به نفسات روح القدس هست. بله. در واقع به معنای احتیاج عالم به دین، و به ویژه این مطلب از این حیث های اهمیت هست که در دنیای امروز عقل و علم و ضرورت و البته شرافت و کرامت عقل و علم برای لزوم دین یک چالشی رو ایجاد میکنند. درسته. اگر اجازه بفرمایید من در ابتدا میپردازم به این چند واژه خیلی مختصر که مقصود از نفسات روح القدس چه چیز هست. همینطور که میدونیم نفسات جمع کلمه نفسه هست و نفسه به معنای دمیدن هست. اصطلاح دیگری که در اینجا با اون برخورد میکنیم اصطلاح روح القدس هست. بله. روح القدس از اصطلاحات بیبلیک هست یا از اصطلاحاتی است که در کتاب انجیل به کار رفته یا به عبارتی از اصطلاحات مسیحی است و معادل اون در عالم اسلام روح الامین هست. بله. و از اونجایی که نفسه به معنای دمیدن هست و روح همیشه با یک دمیدن، این دو اصطلاح در واقع با یکدیگر همراه بوده است، دمیدن روح در افواه عامه یا در اذهان عامه مردم به معنای نوعی حیات و زندگی دادن هست. بنابراین وقتی میگویند که نفسات روح القدس، یعنی هر اون چیزی که یا اون شکلی از روح و یا اون شکلی از پیامی که سبب در واقع ایجاد زندگی و حیات در عالم انسانی است یا در هر کدوم از انسان ها میتوان اون رو در نظر گرفت. پس در حقیقت اشاره به همون وحی الهی هست. بله بله. بنابراین وقتی میگوییم احتیاج عالم به نفسات روح القدس، به معنای این است که عالم محتاج تعالیم الهی است، عالم محتاج کلام الهی است، و از این حیث این تعلیم حائز اهمیت هست که لزوم دین رو در عالم انسانی برای ما متذکر میکنن حضرت بهاءالله. ولی شما همونطور که اشاره فرمودید در ابتدا، الان میبینیم که علم بشر به جایی رسیده که لزوم دین رو به چالش میکشه. با عقل و خرد انسان شاید انسان بتونه زندگیشو به خوبی پیش ببره و بتونه به درستی انتخاب بکنه راهی رو که میخواد در پیش بگیره. بنابراین اصلا چه نیازی هست که تعالیم الهی از طرف خدا برای بشر نازل بشه؟
سوال بسیار خوبی هست. به جهت اینکه ما وقتی که به آثار بهائی هم توجه میکنیم، ملاحظه میکنیم که برای علم و عقل یک شرافت و منقبتی قائل هست. بله. در همین جا همین سوال رو میتونیم مطرح بکنیم که با توجه به اینکه خود آثار بهایی برای خرد انسان و برای عقل و علم به ویژه یک شرافت و منقبتی قائل هست، تا به اونجا که معتقد به این است که دین هم باید مطابق علم و عقل باشد، پس این چالش رو به چه صورتی میتوانیم حل بکنیم یا به چه صورتی این دیانت پاسخگوی اون هست به صورتی که شما مطرح کردید؟ نکته در اینجاست که اصلا روح القدس چه چیز هست و این نفسات روح القدس از کجا می آیند؟ چون همونطور که مطرح کردید، پیام آوران الهی هستند که این کلام رو یا این پیام الهی رو به ما منتقل می کنند یا به نوع انسان منتقل می کنند. به طور کلی مظاهر مقدسه یا پیام آوران الهی کسانی هستند که به روح القدس ممتاز از نوع انسانند. این به این معنا نیست که پیام‌آوران الهی انسان نیستند. البته پیام‌آوران الهی انسانند و ما ملاحظه می‌کنیم حتی در بیانات حضرت بهاءالله که می‌فرمایند مقام انی انا الانسان بسیار برتر و بالاتر از اون چیزی است که کسانی که خود رو دشمنان من می‌دانند من رو قائل به اون مقامات می‌دانند. که اشاره هست به چه مقاماتی؟ اشاره هست به مقام انسان کامل. اشاره هست به اون چیزی که مظهر امر الهی رو به عنوان یک انسان از سایر انسانها متمایز می کند و اون روح القدس است. چنان که انسان به نفس ناطقه یا به روح انسانی متمایز از حیوان می شود، به همون صورت هم مظاهر مقدسه یا پیام آوران الهی به روح القدس ممتاز از انسانهای دیگر خواهند بود و هستند. پس برداشت بنده این هست که بر حسب توضیحاتی که شما دادید، پیامبران الهیش که اشاره فرمودید اصطلاح شاید بهایی هست که مظاهر مقدسه ما بهشون میگیم، اونها مانند تمام انسانها انسان هستند و تنها ویژگی اونها شاید بتونیم بگیم که اون فیض الهی رو میتونن منتقل بکنن به انسانها از طریق یا به واسطه وحی الهی. بله بله، کاملا درسته. اون چیزی که اونها اون رو به وحی تعبیر میکنن برای اینکه بتوانن این رابطه رو توضیح بدن. در واقع مثلا وقتی میگوییم روح القدس در عالم مسیحی یا روح الامین که همون جبرائیل در عالم اسلام هست، اینها تعابیری هستند یا سمبل هایی هستند برای بیان رابطه مظهر امر الهی یا پیامبر با خداوند. البته در این زمان که عقل و علم پیشرفت بسیاری کرده و وسعت یا ظرفیت ادراک بشر به واسطه علمی که از راه عقل به دست آمده بیشتر شده، این حقایق روحانی و معنوی در آثار اخیرترین دین الهی که آثار بهایی هستند به گونه شفافتر توضیح داده شده. یعنی این سمبول ها رو بهتر و بازتر ما میتونیم ملاحظه بکنیم در آثار بهایی که توضیح داده شده. یعنی اینکه ما میتوانیم با رجوع به آثار بهایی یک ادراک بهتری رو و شفافتری رو نسبت به سابق داشته باشیم. مثلا تعبیری از اینکه یک فرشته‌ای که اولی اجنحه باشد یا در واقع بالدار باشد و به حضور مظهر امر بیاید و پیام الهی را منتقل بکند، در این ظهور به صورت بازتر و شفافتری توضیح داده شده که در واقع این به معنای این است که فیض الهی یا کلام الهی به انسان منتقل بشه از طریق پیام‌آوران الهی. اونها سمبول هایی بودن که پیشتر در ادیان سابقه برای توضیح این مطالب به اونها اشاره شده. خب شاید اینجا دوباره این سوال پیش بیاد. شما اشاره فرمودید که در دینت بهایی تاکید بسیاری روی علم، خرد بله. و مقام انسان هست. بله. خب باز هم چرا ما بله. نیاز داشته باشیم که این فیض الهی نازل بشه برای یکی از افراد یا انسانهای انتخاب شده که بتونند این رو به ما منتقل بکنن؟ بله، عرض میکنم. خواهش میکنم. اگر که ما رجوع بکنیم
به فصل ممیز انسان و حیوان قادر خواهیم بود که به این سوال بهتر پاسخ بدیم. بفهم. اون چه که در حیوانات عمل میکنه غریزه هست. غریزه است که هم غایت مطلوب یا کمال مطلوب یا هدف مطلوب رو تعیین میکنه و غریزه است که خودش وسیله دستیابی به اون کمال مطلوب هست. یعنی وسیله و هدف هر دو در حیوان یکی هستند. و احتیاجی به چیز دیگری نیست. هم هدف رو تعیین میکنه و هم وسیله رو مشخص میکنه. مثلا نیاز به غذا، نیاز به آب یا غریزه جنسی در حیوانات هم وسیله هست و هم هدف هست. هدف این است که نوع حیوان مثلا، بله، یا اینکه خود رو تکثیر بکند، و همینطور وسیله هم همون چیزی است که برای رسیدن به اون هدف خلق شده و همون غریزه هست. بنابراین حیوان برای تعیین هدف خود نیازی به چیزی غیر از غریزه ندارد و هدف یکی هست و یک چیز هست. شما در عالم حیوان که نگاه بکنید برای همه حیوانات هدف و وسیله رو همون غریزه میبینید و لاغیر. خب. اما وقتی به عالم انسان رجوع میکنید ملاحظه میکنید که انسان به عقل ممتاز شده از حیوانات. به چیزی که در حیوانات نیست ممتاز شده و ما به اون میگوییم عقل و اون رو حاصل چیزی میدانیم که اون رو روح مینامیم. یعنی چیزی که اون رو روح انسانی میدانیم که دارای ویژگی هایی است که او رو ممتاز از حیوان میکند. حیوان هم دارای روح حیوانی است، یعنی این روح حیوانی که بیان میکنیم یعنی دارای ویژگی ها و خصایصی است که او رو از انسان یا از سایر انواع دیگر همانند جمادات یا نباتات یا در واقع گیاهان ممتاز یا متمایز میکند. برمیگردم به عالم انسانی و عالم حیوانی. در عالم انسانی عقل وجود داره و عمل میکنه، اما عقل غایت مطلوب یا هدف مطلوب یا کمال مطلوب رو نمیتواند تعیین بکند. عقل یک وسیله است، بسیار هم شریف است، بسیار هم مطلوب است و تنها چیزی هست که ما در عالم انسانی با اون دسترسی داریم و تنها وسیله است که حتی از اون باید استفاده بکنیم برای اینکه کلام وحی یا کلام الهی رو ادراک بکنیم. هیچ چیزی بهتر و کاملتر از اون به عنوان یک وسیله نداریم، اگرچه دارای یک نقص نسبی هم هست. کما اینکه وقتی ما به دین هم مراجعه بکنیم نمیتوانیم قائل به کمال بشویم در اون. دین هم دارای یک نقص نسبی است. این نقص یا این کمال مطلق نیست، بلکه نسبی است. به همین جهت هم هست که شما ملاحظه میکنید که بسته به زمان و مکان پیام الهی تغییر و تحولی مییابد یا اینکه خود رو به گونه شفافتر و روشنتری به نوع انسان نشان میدهد. بنابراین از اونجایی که عقل قائل به تعیین کمال مطلوب نیست، فقط یک وسیله است. شما اگر دقت بکنید ملاحظه میکنید که در عالم حیوان هم وسیله است، غریزه و هم هدف. جایگزین غریزه در انسان اگرچه غرایز رو هم داره هست، ولی در اوج به عنوان یک وسیله عرض میکنم عقل هست. کاری از عقل برای تعیین هدف مطلوب ساخته نیست. شما اگر ملاحظه بکنید میبینید که فلاسفه یا بنیانگذاران مکاتب فکری متفاوت همه گی اونها از عقل استفاده میکنن، همون چیزی که انسان به اون شرافت میابد نسبت به حیوان. از عقل استفاده میکنن، ولی اگر دقت بفرمایید ملاحظه میکنید که اینها غایات متفاوت یا اهداف متفاوت یا کمال متفاوتی رو برای نوع انسان به عنوان یک هدف در نظر میگیرند و هیچ کدوم از اینها اتفاق نظر ندارند به این مطلب. این نشان میده که عقل قادر به این نیست که یک کمال مطلوب رو بتواند تعیین کند. عقل وسیله است. عقل به همون اندازه که به یک انسان حقیقت جو و به یک انسان شریف برای رسیدن به هدف خود کمک می کند، به همان اندازه به یک انسان سارق و به یک انسانی که می تواند جرم بکند برای رسیدن به هدف خود کمک می کند. پس عقل یک عقل ابزارساز است و خود هم یک ابزار است. عقل توان تعیین ارزش ها را ندارد، ولی اگر سلسله مراتب ارزش ها را به او بدهید
و بگویید من میخواهم به این برسم، عقل راه اون رو به شما نشان میده. با اجازه شما یه میان پرده کوتاهی رو داشته باشیم و بعد برمیگردیم در ادامه گفتگو. با کمال میل. با ما همراه باشید. بینندگان عزیز، با سپاس از اینکه همچنان با ما همراه هستید. خانم ریاضتی، شما اشاره فرمودید که عقل پس وسیله‌ای است برای رسیدن به این کمال مطلوب، ولی چه چیزی این کمال مطلوب رو برای انسان میتونه تعیین بکنه؟ بله، انسان از طریق به کار بردن عقل کسب علم میکنه، از طریق به کار بردن علم به صنعت میرسه، از طریق به کار بردن صنعت به قدرت دست پیدا میکنه و نتیجه این شده است که امروز تا به اونجا پیش برود که چنین به خود قره بشود که خود را مستقنی از دین بداند. اما نکته این است که دین و همینطور علم یا عقل هیچ کدام نمیتوانند انسان رو مستقنی از دیگری بکنند. یعنی انسان به داشتن دین هم هرگز مستقنی از علم و عقل نیست. هرگز مستقنی از علم و عقل نیست. اگر انسان فقط دین داشته باشد ولی علم و عقل رو نخواهد به کار بگیرد، شرافت و منقبت انسانی خود را از دست خواهد داد. بنابراین ما به هر دوی اینها در کنار هم نیاز داریم. نه علم و عقل می توانند کاری رو که از وحی و از دین برمی آید انجام بدهند، نه دین می تواند کاری رو که از علم و عقل برمی آید انجام بدهند. همانند این هست که چنان که برخی از فلاسفه چون این مثالی رو ذکر می کنند، شما بخواهید که از گوش انتظار این رو داشته باشید که کار چشم رو برای شما انجام بدهد، یا از چشم بخواهید که کار گوش رو برای شما بکند. چشم در حد کمال هست برای خودش و گوش هم برای خود در حد کمال هست، اگرچه هر دو اینها از نقص نسبی برخوردارند، ولی در انجام کار خود، در فانکسیون هایی که دارند، در حد کمال هستند. اما اشکال این است که شما با گوش بخواهید ببینید و با چشم بخواهید بشنوید. این همانند این است که از دین انتظار کار علم و عقل داشته باشید و از علم و عقل انتظار کاری رو داشته باشید که دین برای شما میکند. عقل ابزار است و در پاسخ به سوالی که مطرح کردید، دین چیزی است که ارزش ها رو در بر دارد، سلسله مراتب ارزش ها رو به انسان نشان میدهد و غایت مطلوب رو تعیین میکند و نشان میدهد. اما دین رو هم عقل ادراک میکند و به واسطه توانایی ابزاری که عقل دارا هست، اون غایت مطلوبی رو که دین تعیین میکند رو پیش میگیرد و در اون مسیر انسان رو هدایت میکند. اینجاست که ما به هر دوی اینها در کنار یکدیگر نیازمندیم. شاید برای بعضی ها این سوال پیش بیاد که مثلا اعلامیه حقوق بشر تمام اون ارزش ها رو تعیین کرده، در حقیقت اون غایت مطلوب رو تعیین کرده که اگر بشر این آزادی ها، این حقوق رو در نظر داشته باشن و احترام بدونن و برای همه به صورت برابر بدونند، ما به اون غایت مطلوب میرسیم. پس بنابراین چه نیازی هست برای آموزه های دینی؟ بله، نکته این هست که اصلا اعلامیه جهانی حقوق بشر، اول اینکه اون رو هم انسان ها وضع کردند و دیگر اینکه این اعلامیه به هیچ عنوان غایت مطلوب رو تعیین نمی کنه. این اعلامیه همونطور که از اسم اون مشخص هست، حقوق انسانی رو مشخص کرده و همینطور نشان داده است که تا حدودی البته که به چه صورتی در نقاط مختلف جهان ممکن هست که افراد بتوانند به این حقوق دست یابند. یعنی به عنوان یک چیزی که شما به اون رو مطمئن نظر قرار بدهید و بخواهید اون رو مورد توجه قرار بدهید، خیلی خوب هست، مطلوب هست، نیاز هم هست به اون و همینطور نیازمند این است که تکمیل بشود، برای اون کار بشود. ولی
چون این اعلامیه‌ای و یا مواردی نظیر اون که شما میتوانید اون رو در کشورهای مختلف جهان و در میان اسناد و مدارک متفاوت حقوقی هم پیدا بکنید در خصوص حقوق انسان، به هیچ عنوان این هم کافی نیست برای اینکه انسان از درون ساخته بشود، برای اینکه انسان خود بتواند خود رو به اون سمت حرکت بکند. این میتواند به صورت ابزاری عمل بکند برای اینکه انسان‌ها اخلاقی به نظر برسند، نه اینکه اخلاقی باشند، اخلاقی به نظر برسند. یعنی اینکه شما موظفید به جهت وجود رادع و مانع بیرونی به دیگری ظلم نکنید، حق دیگری رو مثلا در مقابل او ادا بکنید، یا پای بر روی حقوق کشورها در سطح کلان در روابط بین المللی نگذارید، که البته ملاحظه میکنید که ضمانت های اجرایی هم در حال حاضر ندارد. اما دین و توجه به دین میتواند رادع و مانع درونی رو برای انسان جهت ارتکاب به شر مثلا، یعنی هر اون چیزی که باعث تنزیل مقام انسانی است رو به دست بدهد. اینجاست که ما صحبت از لزوم دین میکنیم. اما یک نکته ای رو اگر اجازه بدید من ذکر بکنم، و اون اینکه آثار بهایی شأن و مقام علم و عقل رو پاس میدارند و معتقدند به اینکه دین الهی رو هم عقل و علم ادراک میکند و انسان به هیچ وجه با داشتن دین مستغنی از علم و عقل نیست، به هیچ وجه. و ملاحظه میکنیم که حضرت عبدالبها میفرمایند در مکاتیب جلد سوم میفرمایند ما علم و حکمت را اساس ترقی عالم انسانی میدانیم و فلاسفه وسیع النظر را ستایش مینماییم. همینطور توضیح میدهند در یکی از الواح در مکاتیب جلد یک، اشاره میکنن دو ندای جانفزای فلاح و نجاح بلند است، یکی ندای مدنیت و ترقیات عالم طبیعی، یعنی همون چیزی که حاصل علم و عقل است، و دیگری ندای جانفزای الهی. و بعد توضیح میدهند که اگر اولی منظم به ثانی نگردد سبب هلاکت خواهد بود. ولی این دو ندا هر دو ندای جانفزایی هستند که سبب فلاح و نجاتند، نه یکی از اونها، نه به تنهایی دین بدون علم و عقل و نه به تنهایی علم و عقل بدون استفاضه از دین الهی و یا کلام وحی. خیلی ممنون خانم ریاضتی از اینکه با ما همراه بودید در این برنامه و به خوبی برای ما توضیح دادید. من مطمئن هستم که بینندگان بسیاری با ما در تماس خواهند بود و پرسش‌های بسیاری را دارند. امیدوارم که بتونیم فرصتی را داشته باشیم تا اینکه به پرسش‌های بینندگان همچنان بپردازیم. خواهش می‌کنم. بینندگان عزیز، این رو در نظر داشته باشید که این برنامه به صورت زنده نیست، بنابراین دوستانی که با ما سعی کردن که در طی این برنامه تماس بگیرن شاید این امکان براشون نبوده، ولی حتما با ما تماس بگیرید. اگر روی پیغامگیر رفت حتما برای ما پیامتون رو بگذارید و پرسش هاتون رو همچنان برای ما بگذارید و برای ما ایمیل بکنید. امیدوارم که هر جا که هستید سلامت و شاد باشید و در ادامه برنامه امروز با ما همراه باشید. خدا نگهدارتون.